سلام دوستان گلم، به یک برنامه دیگه از شریشو خوش آمدید. امروز منزل زیبا و با سلیقه خانم فهیمه جون عزیز هستیم. سلام فهیمه جون، خیلی ممنون ما رو دعوت کردید به منزل زیباتون. سلام شرور جون، خدمت شما و خدمت بیننده های عزیز شریشو ممنون که تشریف آوردین. خیلی خوش آمدید، دعوتتون خیلی ممنون. خب فهیمه جون، چی میخوای برامون درست کنی؟ من میخوام براتون کوکوی مرغ درست کنم. به به، یه غذای آسون، ساده و خوشمزه. به به، این کوکوی مرغ مال کجا؟ این کوکوی مرغ یه غذای سنتی مربوط به خاک پاک گیلانه. به به، چه شود گیلان. به به، تا دوستان شما هم میریم برای خودتون یه چای داغ میریزید، مثل اینکه فهیمه جون برای من یه چای داغ ریخ، برید و برگردید. فهیمه جون خیلی هم عالی، کوکوی مرغ. من تا حالا کوکوی مرغ نخوردم، مخصوصا هم که کوکوی مرغ گیلانیه. خب عزیزم، مواد لازم رو برای ما توضیح بده ببینیم چی داره این کوکوی مرغ فهیمه جون. شرور جون، یه دونه سینه مرغ که پختم و بیچاره مرغ بیچاره رو ریشش کردم. آخ آخ آخ. دو تا سیب زمینیه. این سیب زمینی یه زمانی بزرگ بوده، بعد خوردش کردم، ریز ریزش کردم و سرخش کردم. من تو خیلی سرخ نکردم چون این دوباره با مواد قاطی میشه و سرخ میشه. بله. بعد 3 قاشق غذاخوری زرشک، 3 قاشق غذاخوری پیاز داغ. یعنی یه دونه پیاز این؟ یا نصف یه دونه پیاز متوسط. یه دونه پیاز متوسط رو خوردش کردین، خلالش کردین و توی روغن سرخش کردین. ادویه نداره اون؟ من موقع سرخ کردن پیاز یکم بهش نمک زدم. خب. همینطور برای سیب زمینی و مرغ. بله. نمک و زردچوبه بهشون زدم اوردی، ولی باز هم به خاطر تخم مرغ و برای اینکه مزهش بهتر بشه 2 قاشق چایخوری نمک دارم. بله. 2 قاشق چایخوری فلفل سیاه دارم. 1 قاشق چایخوری زردچوبه دارم. خیلی هم عالی. 2 قاشق غذاخوری ماست پرچربه. به به. 3 قاشق غذاخوری زعفرونه که فقط نگاه کنین خانم چقدر با سلیقه است. زعفرون توی قوری شاه عباسی دم کرده. به به، از ایران اومده. چقدر قشنگ و زیبا. بله. مرسی، قابل شما هم خواهش میکنم، قابل سوال شده. و 5 عدد هم تخم مرغ. 5 عدد هم تخم. بله. حالا فهیمه جون، من امروز کمک آشپزم. هر کاری که خواستی به من بگو، من برات انجام. چقدر خوب. منم آره. اتفاقا احتیاج به کمک دارم. پس بذار یکی دیگه اسدا بزنم. کسی اینجا؟ نه، فقط یک نفر کمک لازم دارم. خب شرور جون، شما تا این تخم مرغا رو برای من لطف میکنین میشکنین توی چشم من دستم هم شستم. چشم آستینا رو بزنم بالا، دوستاشم میره این و چشم. حتما من تخم مرغ قراره بزنم دوستان. بله، این فاصله من میام مرغمو. این مرغا چون ریش ریشه یکم مخلوط کردنش زمان میبره. مرغم که همجور ساده با پیاز پختی و بله، معمولا با نمک پیاز و سیر. آها. چند شاخه جعفری، فلفل، نمک، زردچوبه. بله. او خود این باز یه پروسسی داشته فهیمه جون. بله، خب مرغ باید با مواد خوشبو کننده پخته بشه که مزهش خوب بشه. بله. به به. خب من با چنگال بزنم اینو یا با این بزنم؟ با همزن بهتره. میشه دستم با این تمیز بله بله کنم؟ این فقط برای همین کاره. چقدر با سری هست. ببین حتی برای دستمال گذاشته برام. سیب زمینی یارم. خب میرسیم تو این همزن رو با چه درجه بزنم؟ فهمی چون مگه یه موقع خرابکاری نکنم؟ نه، همین فقط شما بزنید. بزنم آن با آن. هر درجه بود. بله، یکم بالاتر، یه دونه دیگه بالاتر، یه دونه بالاتر. چشم، یه دونه دیگه هم بالاتر. به به، یکی دیگه بالاتر. بله، چون میخواییم که خوب کف کنیم. چشم، حتما. بله، چشم. بعد اینجا زرش کنیم داریم. بله،
خب بعد اونجا پیاز داغم شما دارین وصل می‌ریزین اونجا. پیاز داغم رو می‌ریزین. بله. دیگه پیاز خام نمی‌ریزی تو اون دیگه، شما همون پیاز سرخ شده. بعد یه جاتمونم نمک و فلفل و زردچوبه. بله. میبینه چه خوش رنگه، خیلی رنگای مختلف داره. بله من اینو مخلوط میکنم، بعد ماست و زعفرون رو توی تخم مرغ قاطی میکنم. او آی سی، هر وقت این بسته شد به من بگو. فکر میکنم الان کافی باشه. خوبه؟ بله الان من بیا این ماست رو بهش اضافه میکنم. من اجازه بدین بذارم اینجا یک دورم روی دور کند. لطفا این ماست رو بله. این زحمتش هیچ نمیتونه مثل خود من هم بزنه اصلا. باور کن. اینم دو. زعفرون رو با یخ دم کردی یا با آب جوش؟ نه من با آب جوش. با آب جوش. میدونم که میگن تازگی ها با یخ بهتر رنگ میده، ولی راستش تا همون متد قدیمی شما. آره. البته میگم مثلا طعمش بهتر میشه، ولی خب به نظر من همه جورش یک مزه. من تو حالا امتحان نکردم. آره. مخلوطش میکنم، بعد تخم مرغ رو بهش اضافه میکنیم. بله چقدر راحت، ولی خب باید ایناشو از قبل آماده کنی دیگه. بله سختی نیست، یه دو تا سیب زمینیه دیگه. بله مرغم که پختنش فکر نمی کنم کار سختی باشه. بله و یه خوبی داره که شما میتونین اینا رو از قبل آماده کنید اگه وقت کافی ندارین. میتونین از قبل آماده کنیم. این بستشه ها؟ بله. ممنون از لطفتون. شبابی جون. متشکرم از کمکتون. شوی بعدی هم منو دعوت کنین که کمکاش باز باشم. حتما. این خدمت شما. خب من اینجا مایتابم رو گرم کنم. به به چه خوب. روغنم هم بریزم. چه مایتابه خوشگلی هم داری؟ تا گرم بشه. خب. ما میتونیم آروم آروم بقیه ملاتو به هم دیگه قاطی کنیم. بقیه مواد رو بزنیم. به به. خب. نوبته. ببین چه تخم مرغی زدم. اگه این کوکو خوشمزه شد به خاطر زدن تخم مرغ من بودا. بله حتما خیلی هم خوب زدیم. هر چقدر برای کوکو تخم مرغ بیشتر زده بشه کف کنه. بله. آره. به قول یکی میگفت اینقدر تخم مرغ رو بزنش تا کف کنه. اینقدر بزنش تا دیگه اصلا دیگه بلند نشه همینجوری کف کنه بیفته. چه تخم مرغ خوش رنگی هم هست. بله خیلی. این از اوناست که اومگا 3 داره فکر میکنم. بله. خب. بله همه مواد رو الان خوب با هم مخلوط میکنیم. احتمالاً روغنمونم به اندازه کافی گرم شده. بله. خب شما خودت هم گیلانی فهیمه جون؟ منم بله. خب آدم وقتی که پدر و مادرش اهل هر جایی که باشن من فکر میکنم خودش هم باید خودشو اهل همونجا معرفی کنه. بعد که روغن داغ شد شما بعد اون بعد اینا رو مواد رو میریزین تو. تو ذره آخرشو میریزم. بله من اینو ازتون میریزم. متشکرم. خواهش میکنم. چه رنگ خوشگلی پیدا کرد. بله احتمالاً رنگ زعفرون زیاد و زردی تخم مرغ خوش رنگ و زرشکایی که توش داره. این شعلهش رو وقت بعد توش شعلهش رو اول زیاد کرده بودم که ماهیتابه گرم بشه، بعد که ریختم مواد رو توی ماهیتابه یک کمی
کمترش میکنم روی میدی مثلا میذاری؟ روی بله میدیوم خیلی آره. کم نباشه آره. خیلی هم زیاد نباشه خیلی چون آره. خیلی زیاد باشه زرشکا میسوزن و رنگ خیلی خوبی پیدا نمیکنه. بعد فهمید جون این غذا چه مقدار زمان میبره برای درست کردن؟ اگر شما قبلا همه موادتون رو آماده کرده باشین، مرغتون رو قبلا پخته باشین، سیب زمینیتون رو سرخ کرده باشین، خیلی زمان نمیبره. همین مقداری که الان ما صرف کردیم وقت، تقریبا 10 دقیقه که اینا رو همه رو با هم دیگه مخلوط کنیم و 10 دقیقه لازمه که یه طرف کوکومون سرخ بشه، بعد بر میگردونیم 10 دقیقه هم طرف بعدیش سرخ بشه، که البته من بر نمیگردونم، برای طرف بعدش میذارم روی قسمت بالای آون. آها اونجا دیگه تو برشته میکنم. همش با هم فکر میکنم نیم ساعت طول بکشه زمان پختش. حالا یکی مثلا حوصله نداشت مرغشو بپزه، از این مرغای آماده خاص بخره، میتونه این کارو بکنه؟ من تا حالا امتحان نکردم، ولی همیشه اگه مرغ پخته باشه و مزه خوبی داشته باشه چه اشکالی داره دیگه، از راه آسان‌تر از اینم میشه. از اینم میشه اگه کسی واقعا خب بله میتونه مرغ آماده تهیه کنه، از بیرون پخته و آماده ریشیش میکنه و ریشیش میکنه، فقط هم سینه مرغ لازم داره. بله خیلی هم آسون و راحت و خوشمزه. بله خب شرور جون الان دورش رو نگاه میکنیم، وقتی که دورش طلایی شد معلوم میشه که یه طرفش آماده است. و دوستان نمیدونین چه بوی خوبی داره، عطر و بوی این کوکو واقعا آدم رو دیوونه میکنه، خیلی بوش خوبه. خب الان من اینو میذارم روی قسمت بالای فر، یعنی روی های درجه بره. های میذارم روی های مره. که این طرفش هم درست بشه، تقریبا 10 دقیقه زمان لازم داره. چی کار کردی فهیمه جون؟ اون فیلیپی که کردی بعد آوردیش رو این ظرف به این قشنگی و دزاینی که دلوقتي. کردی به 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 امیدوارم که تستش هم دوست داشته باشی. بله حتما اجازه میدید؟ بله خواهش میکنم خواهش میکنم. سالاد خوشمزه واقعا، سفره ایرانی یک سفره دیگه است، یعنی انواع اقسام غذاهایی که ما داریم، تزیین غذاهایی که داریم واقعا خیلی آدم ها رو به اشتها میاره. بله دقیقا همه غذاهامون همینطوریه. بله مرسی خیلی ممنون. برشش کوچیکه یه کمی عالیه. به بر خودتونم بذاریم. بله حتما اجازه بدین یه چند تا براتون گوجه هم بذارم. مرسی. پس حالا که اینجور یکم سالادم برم 100% سالادم میذارم براتون. عالی. خب شما میل بفرمایید من ببینم که کاش دوست دارین. عجب کوکویی شده. باور میکنی من تا حالا این کوکو رو نخورده بودم. امیدوارم دوست داشته باشین. حتما هم دوست دارم. سیب زمینیاشو توش میبینم، زرشکو. شما میایی با من یا من خودم برم؟ با هم. یک دو سه بزن بریم. به به واقعا لذیذه، واقعا خوشمزه است.
من تا حالا نخورده بودم و امتحان کردم، امروز واقعا دوست دارم، حتما خودم رو هم درست میکنم. شما عزیزانم برین درست کنین، عکسشو برای من و فهمیه جون بفرستید که ما ببینیم شما عزیزان چیکار کردید. امیدواریم که از این برنامه ما لذت برده باشید. تا برنامه آینده، Cheers. Thanks for watching, you guys. If you like this video and you want to see more, please subscribe the channel and leave a comment below. I love to read your comments.